داریم نگاه میکنیم. هللویا بر عیسی. آمین. تقویم زندگانی انسان گواه بر این هست که آدمی در بدترین شرایط زیست همچون سرماها، گرماهای شدید، سیلها و زلزله‌ها، قحطی‌ها و جنگ‌ها، مریضی‌های کشنده و واگیردار را پشت سر گذرونده، گرسنگی‌ها، تشنگی‌ها، مصیبت‌ها، شکنجه‌ها، فقر و ظلمت را تحمل کرده، هرچند در رنج و عذاب به سر برده، قربانی ها داده و عمر ارزشمند خیش و خیشان را برباد داده، اما چشمنداز او به روزهای خوب و بهتر دلیل استقامت او شده و این چشمنداز را کلام خداوند امید می‌خواند و گوهر گرانبهایی است که آدمی را در تلاطم روزگار به سوی ماندن و بودن تشویق می‌کند.
کتاب ایوب که درد و رنج را و استقامت و امید را به تصویر دقیق برای ذهن خواننده و ذهن شنونده میکشد چنین میگوید، ایوب 11:13-20: اکنون اگر با قلب صاف و پاک دست دعا به سوی خدا بکند، از بندی و گناهی بپرهیزی و شرارت را به خانه‌ات راه ندهی، آن وقت می توانی با سربلندی و با اطمینان کامل و بدون ترس و با دنیا روبرو شوی. همیشه همه مصیبت ها را فراموش می کنی و آنها همچون آب رفته به خاطر نمی ماند. اگر در حضور خدا صادقانه با توبه بیاییم، بپذیریم که ما هر آن اشتباه میکنیم، بدونیم که خدای ما خدای قدوس هست و میخواد که ما چی بشیم؟ مقدس بشیم، پاک باشیم، و اون زمان هستش که آنچه را که در اون روزها و در اون ایام باعث رنج و عذاب هست به پشت سر خواهیم گذاروند و امید در برابر ما قرار خواهد گرفت. زندگیت درخشانتر از آفتاب نیمروز و تاریکی آن مثل صبح روشن می شود، یعنی با چشمانداز زیبای ملکوتی آیندت رو خواهی دید. دیگه با ترس و نگرانی نگاه نمی کنی به موضوعاتی که توی زندگیت هستش، تا بتونی توی یک جایگاه حقیقی و خوب خودت رو ببینی، مشروط بر این که تقدیس و پاک و با توبه حقیقی در حضور خدا باشیم. این اولین قدمی است که ما میتونیم در حضور خدا بریم. چرا قبل از اینکه بخوایم جلسه رو شروع کنیم، از شما عزیزان خواهش کردم که فکرت رو، ذهنت رو تقدیس کنی. این کلام و این پرستش متعلق به شماست، اما اگر شما فکر و ذهنتون پر باشه، چگونه میتونید این برکت رو از خداوند بگیرید و در قلب و ذهن و فکرت قرار بدید؟ پس باید خودتو تخلیه کنی، پاک کنی. خیلی از عزیزان تصور میکنن که همه اتفاقا اینجا توی این کلیسا میفته، غافل از این هستیم همه این اتفاقا توی خونت پیش میاد. قبل از اینکه میخوای بیای به کلیسا، آیا دعا کردی؟ آیا تقدیس کردی؟ آیا برای کشش دعا کردی؟ آیا برای گروه پرستش دعا کردی؟ آیا خود گروه پرستش دعا کرده؟ آیا واعظ کلام خدا در حضور خدا بوده، از روح خدا پر شده، تقدیس کرده خودش رو؟ قبلا هم عرض کردم، یادم هست یک بار وقتی که اومدم کلیسا، اون 2-3 سال اول بود، وقتی که میمدیم کلیسا، یک روز من با ساحل جان توی ماشین بحثمون شد. حتی ساحل جان موقع خیلی کوچیک بود، دخترم، و با هم بحثمون شد و یه تلخی روی من بود. وقتی که اومدم رفتم توی اتاق دعا کنم، قبل از اینکه بخوام بیام توی جلسه، هر چقدر سعی میکنم این رابطه ایجاد بشه با من و خدا، انگار هیچ رابطه ای نبود، هیچ آرامشی نبود، وجودم تلخ بود. همون موقع روح القدس با قلبم صحبت کرد، دخترتو صدا کن، ازش عذرخواهی کن و ببخشش، اونم تو رو ببخشه، بعد میتونی با من در تماس بشی. این کاری هست که ما باید انجام بدیم، و اگر این گونه عمل نکنیم، عزیزان چه کسی دوست داره گارسون با دست آلوده و کثیف خوراک براش بیاره؟ چقدر بیشتر خدا آیا مایله که ما با فکر و احساسات تلخی و گناه آلود نزد خدا بریم؟ گارسونی مرغ رو تو دستش گرفت و دستش هم محکم گذاشته روی مرغ و همینطورش میبرد برای مشتری. مشتری گفت دست تو از رو مرغ برد و کثیفش میکنی. گفت آخه میترسم دوباره بیفته رو زمین. مبادا ما این گونه به حضور خدا بریم، بعد اون موقع انتظار داشته باشیم خدا به ما امید بده، چون بعد از رسول میگه، کلام میگه، نویسنده اعلام میکنه، با امید و اطمینان خاطر زندگی میکنی و در راحت و آسایش به سر میبری، از دشمنانت نخواهی ترسید، مردم بسیاری از تو کمک بخواهند، از تو کمک خواهند خواست، اما چشمان بدکاران
کور و راه گریز از هر سو به رویش بسته می شود و تنها امیدشان مرگ می باشد. میگه مردم از شما کمک می خوان. شما به عنوان فرزند خدا هستید. خودت هم توی سختی و مشکلات هستی. این کتاب کتاب ایوب هست. مرد صبر و استقامت داره میگه. کسی که توی سختی و مشکلات هست. حالا یه نفرم بیاد بهش بگه که من تو مشکلات هستم چه کار کنم؟ آیا شما میرید به پیش کسی که توی مشکلات و سختی ها خودش هست از اون کمک بخواید؟ تازه سر تکون میدید، میگید وای خدا به دادش برسه. ولی کلام خدا میگه اگر جایگاه تو در حضور خدا درست پیدا کرده باشی، اگر از امید حقیقی خوب تغذیه شده باشی، مطمئن باش با امیدی که در دل تو هست در کنار سختی ها و مشکلات تو امید دیگران خواهی شد. سخن تو دیگران رو تسلی میده، دیگران رو آروم میکنه و این انتظار خداست از ما که بتونیم در این مسیر و در این قلمرو قدم برداریم. شاعر میگه غمناکم و از کوی تو با غم نروم، جز شاد و امیدوار و خرم نروم. از درگه همچو تو کریمی هرگز، نومید کسی نرفت و من هم نروم. اگر من جایگاه خودم رو بدونم، در غیر این صورت ادامه کلام همون گونه که خوندم اعلام میکنه چشمان بدکاران کور و راه گریز از هر سو به رویشان بسته میشود و تنها امیدشان مرگ میباشد. هیچ امیدی ندارن. کلام خداوند از امید واهی سخن نمیگوید که تکیه بر نیازهای من دارد، مانند ثروت، مانند مقام، محبوبیت، جوانی، شجاعت، سلامتی، زیبایی و یا قدرتها و شهرتهای زمینی که چیز بدی نیستن، که همگی اونها تاریخ انقضا دارن و چه بسا برای به دست آوردن آن از مسیرهای همچون طمع و بی‌انصافی، شرارت و ریا و دروغ نیست استفاده بشه. از این رو آن امیدی که ایوب را در پررنج بودن شرایط خودش مرد صبر و استقامت معرفی میکند، امیدی است که از اعتماد و ایمان به خدا نیز گفته میشه، که از این محبت و این امید از اون نشأت گرفته میشه. در کتاب ایوب 31:24-28 میخونیم که اعلام میکنه اگر طلا را امید خود میساختم، ثروت جهان رو، و به زر خالص میگفتم تو اعتماد من هستی، اگر از فراوانی دولت خیش شادی مینمودم و از اینکه دست من بسیار کسب مینمود، اگر چون آفتاب میتابید بر آن نظر میکردم و بر ماه هنگامی که با درخشندگی سیر میکرد، ماه پرستا، خورشید پرستا، پول پرستا، مقام پرستا، داره ایوب میگه من اینگونه عمل نکردم، تکیه بر دنیا نکردم، تکیه بر آنچه را که بخواد توی دنیا ستون زندگی من بشه نیز تکیه بر اون نکردم و دل من پناه فریفته میشود و دهانم دستم را میبوسد میبوسید، این نیز گناهی مصلوب قصاص می نمود، زیرا خدای متعال را منکر می شدم، زمانی که توکل به چیزهای این دنیا می کردم، زمانی که نیازهای من جایگاهی می گرفت مانند ثروت، شهرت، زیبایی، قدرت، مقام، که من به اونها نیز فقط تکیه می کردم. و از این رو هستش که امروز ما در دنیا میبینیم بیشتر مردم سعی میکنن تقلید کنن کسانی که موفق هستن، کسانی که پیروز هستن، گویا امید اونها اون افراد هستن و اون افراد سمینارها میذارن، کنفرانسها میذارن، بعد از سالها پیروزی ها و موفقیت هاشون جایگاهی به اونها میده که اونها رو مردم میطلبن و سمینارهای آنچنانی، کنفرانس‌های آنچنانی می‌ذارن که تو این کنفرانس‌ها برن امید از یک انسان بگیرن، نه از خدا بگیرن. بسیار هست. به طور خاص توی آمریکا ما چنین کنفرانس‌ها و سمینارهای بسیاری داریم. چگونه پیروز شید، چگونه موفق شید، چگونه ازدواج کنید، چگونه پولدار بشید، چگونه جوان بمونید. این کلاس‌ها هست دیگه.
کنفرانس روی اینترنت هم یه مقدارشو میذارن تا یه خود مزه کنیم و بعد بریم تو این سمینارها قرار بگیریم و تقلید کنیم. امید رو تقلید کنیم. امید تقلیدی نیست. امید از طرف خداست که به انسان داده میشه. شخصی که تاجر بود متوجه میشه در زمانهای قدیم البته یک شهر دوردست پیاز ندارن و توی موقعیت سبزیجات معمولا کشت و کار نمی کنن و اطلاعی هم ندارن و این شخص بلند میشه مقدار پیاز بار میزنه و به اون شهر دور میره و برای اونها توضیح میده که پیاز چیه، خواص پیاز چی هستش و این پیاز رو به اونها میده، کشتش و برداشتش رو نیز به اونها اعلام میکنه و زمانی که میخواسته برگرده و به هر حال باید بازدهی داشته باشه و پول اون پیازا رو میگرفته، اونها میان، افرادی که تو اون شهر بودن میان میگن ما یه رسمی داریم اینجا مثل شماها کار انجام نمی از امور اقتصادی و بازرگانی، ما هر چیزی که در دلمون هست به شما میدیم و شما نمیتونید حتی اعتراض بکنید، ما اون رو میدیم و شما باید قبول کنید. میچارم راهی نداشته، میگه باشه 5 گونی طلا میارم بهش میدم. میگن این به ازای اون پیازایی که به ما دادی و به ما یاد دادی. اینم 5 گونی طلا رو بر میداره و به شهر خودش میره. وقتی که با بقیه تجار صحبت میکنه اونها میشنون یکی از این تاجرها وسوسه میشه، میگه ببینم دیگه اونجا چی نیست؟ خیلی چیزا نیست، مثلا سیرم نیست. گفت اه. بعد میگه من دارم میرم اونجا، نمیتونی به من یه پندی بدی اونجا چه کار کنم موفق شم؟ گفت ببین فقط اینو میدونم هر چی بهت دادن نباید اعتراض کنی. گفت مهم نیستش، 5 گونی طلا رو دیده بود دیگه. و میره اونجا، وقتی که میره اونجا بار سیر رو میبره، بعد از خواص اونجا سیر به اونها میگه و اونها مشتاق میشن و میگه چگونه بکارید، چگونه برداشت کنید. بعد که تموم میشه و میخواسته برگرده، همه اون مردم اونجا جمع میشن، میگن این رسم ما هستش که ما هر چی به شما میدیم شما نمیتونید اعتراض کنید. میگه میدونم میدونم، فقط بدید برم. میگه نه کنید، ما یه زمانی فکر میکردیم طلا بهترین چیز هستش و زمانی که یه تاجر اومد اینجا به ما یاد داد پیاز از طلا بهتره چون برای سلامتیمون خیلی خوب هست، برای همین ما 5 گونی پیاز برای تو آوردیم. پس هرگز ما نمیتونیم به تقلید امید رو بگیریم. امید چیزی نیستش که ما از دیگران بیاموزیم، امید قدرتی هستش که خدا میده. بنابراین آنانی که با ظلم و ستم، رنگ و ریا، رب و وحشت، ثروت و شهرت ستونهای امید رو در این دنیا تکیهگاه قدرت و توانایی های خود می دانن، امیدشون با مرگشون خواهد مرد. در امثال 11:7 می خونیم، اعلام می کنه چون مرد شریر بمیرد امید او نابود می گردد و انتظار زورآوران تلف می شود. اگر مادران و پدرانی هستن میل به این دارن که فرزندان خودشون رو با اقتدار، با امید به این جامعه تحویل بدن و حتی با دیدن رنج‌ها و سختی‌ها دل سرد و دل شکسته نشن، والدینی هستن که خدای حقیقی رو به اونها معرفی میکنن. و به خوبی میدونیم درصد خودکشی ها متاسفانه توی جوانان هستش، پس باید به اونها آموخت. در مزمور 71:65 میخونیم، اعلام میکنه زیرا ای خداوند یهوه تو امید من هستی. چرا نویسنده باید این رو بگه؟ چه لزومی داره که نویسنده اعلام میکنه که یهوه خدای امید من است و از طفولیتم اعتماد من بوده ای؟ مگه فرزندان، مگه بچه ها چقدر میتونن تحقیق کنن تا خدای حقیقی رو بشناسن مگر اینکه والدین به اونها یاد دادن که خدا هست و خدای حقیقی رو به اونها معرفی کردن؟ و از طفولیتم اعتماد من بوده ای، از شکم بر تو انداخته شدم، از رحم مادر مرجای من تو بوده ای. یعنی در اصل داره اعلام میکنه خاطراتی که از والدین دارم که در زمان کودکی مریض شدم، دکترها منو جواب کردن، اما مادرم دعا کرده و من شفا یافتم. این رو به بچه ها بیاموزیم. آنچرا که در طول زندگی
پیش میاد و باعث این میتونسته بشه که فرزندان آسیب بخورن، اما شما گواهی دارید که خداوند در زندگیشون چگونه عمل کرده، اون رو باید به کودکانمون نیز بیاموزیم. و تسبیح من دائما درباره تو خواهد بود. تو رو شکر میکنم. کجا شکرگزاری میکنیم؟ شکرگزاری ما توی رازگاهان دیگه، شامگاهان در حضور خداوند، تقدیه و تقدیه توی پرستش، اما نه فقط پرستش در کلیسا. متاسفانه یکی از آسیبایی که ایمانداران میخورن به خاطر این هست که کلیسا رو مرکز تمام رابطهشون با خدا میدونن و این اشتباه است. کلیسا مثل پمپ بنزینه. شما اینجا بنزین میزنی، اما قرار نیست بنزین رو تو همین پمپ بنزین تمونش کنی، هی دور بزنی یا ماشینت رو روشن نگه داری. باید ازش استفاده کنی. چه مقدار در حضور خدا میری؟ آیا ما پرستش هم میکنیم توی ماشین؟ من نمیگم مدام موزیک ها و سرود های مسیحی بزنیم. خود منم توی ماشینم موزیک های دنیوی هم دارم، دوست دارم، لذت میبرم و سرود های مسیحی هم دارم. توی خونم پرستش میکنم. اگه موقع لازم باشه دخترام بلند میکنم، میگم بیاد با هم دیگه با آهنگ دنیوی هم میرقصیم. هیچ اشکال نداره. اما فراموش نکنیم پرستش فقط اینجا نیست. به طور خاص کسایی که خدمت پرستش دارن هر روز باید در حضور خدا وقت پرستش داشته باشن، چون اینجا که میان دیگه کار روحانی نمی کنن. اینجا فقط حواسشون این هست صداشون خراب نشه، موقعیتشون خراب نشه، سازشون قطع نشه، اینا اذیتشون میکنه. ولی زمانی که شما توی پرستش هستی و میدونی اولین کسی که باید لذت ببره توی پرستش کیه؟ خود پرستندگان هستن. برای همین بسیار کار خطرناکی میکنه کسی که توی کلیسای مسیح پرستش میکنه اما در طول هفته در حضور خدا نیست و پرستش حقیقی رو انجام نمیده در حضور خداوند و مسلماً آسیب میخوره و نمیتواند رشد کنه، چرا که شیطان به اون حمله خواهد کرد و آسیبش میزنه. شاعر نیز اعلام میکنه: تلاش دائم و پیوسته کردم، مقام عشق را برجسته کردم، اگرچه عمر را برباد دادم، ولی کن خستگی را خسته کردم. اگر خوب بدونم چگونه باید در حضور خداوند برم و پرستش حقیقی رو داشته باشم در حضور خداوند، اون قوت رو از خداوند بگیرم، مطمئن باشید تمام سختی ها و مشکلات کنار خواهند رفت، چرا که شما ایمان دارید که خدا با شما هستش. ما در نامه اول قرنتیان 13 میخوانیم ایمان، دومیش شما بگید، امید، محبت. امید ثمره ایمان هست و اونجا هستش که فعل محبت رو ایجاد میکنه. و وقتی که من این ایمان رو دارم که به خدایی که عادل هست، خدایی که درش محبت هست، خدایی که پر از رحمت هست و اون من رو هرگز رها نمیکنه و کنار من خواهد بود با تمام سختی و مشکلات، هرگز من ناامید نخواهم شد. و پیام کتاب مقدس هم همین هست، پیام عهد عتیق هم همین هست. گاهی ما فکر میکنیم فقط پیام عهد جدید خبر خوش هست، خیلی پیام عهد عتیق این هستش که خدای امید بر زمین خواهد آمد و آمد بر روی زمین، آمد تا آنچه را که باعث در اصل ذلت انسان بود رو برداره و بر امیدی که حقیقی هست قیام کنه، تا ما نیز قیام کرده باشیم. در کتاب اشعیا 7:14 میخونیم که اعلام میکنه: بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد، اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهید خواند. یعنی چی؟ خدا با ماست. پس اگر خدا با ماست مطابق رومیان 8:28، کی بر ضد ما هست؟ وقتی قوت خدا و قدرت خدا نیز ما رو حمایت میکنه. شاعر میگه تا زمانی که رسیدن به تو امکان دارد، زندگی درد قشنگی است که جریان دارد. حتی اگر سختی، حتی اگر مشکلات باشه، چون خدا با ماست، اون سختی ها و اون مشکلات نیز به ما قوت خواهد داد. در این ایمان، در این امید، اقتدار و توانایی هستش که ما بتوانیم به اراده خاص خدا نیز عمل کنیم که محبت هست، که رحمت هستش و میتونه ما رو تقویت کنه.
بریم با هم دیگه انجیل لوقا 9:1-2 رو داشته باشیم. آیا عزیزان همه بروشور دارن؟ اونا که بروشور ندارن دستاتون بره بالا. کسی اگر بروشور نداره ممنون میشه دستا یه خورده بره بالاتر. آره مرسی. انجیل لوقا 9:1-2 نداریم. مرسی. پس 12 شاگرد خود را طلبیده به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند. پس خداوند قدرت تموم شد آیش؟ یه دست برای این آیه بزنی. اینو خدا به شماها داده، اینو نداده فقط یه کتاب نوشته بشه. میگه قدرت دادم. قدرت گفتیم چیه؟ اقتدار. باید اینو معنیشو بدونید. اگر معنیشو ندونیم عزیزان نمیتونیم از این برکت استفاده کنیم. قدرت یعنی اقتدار، یعنی اجازهشو خدا به شما داده که بری برای مریض دعا کنی. حالا میگی خب من دعا کردم چی؟ میگه قوتش هم بهت دادم، توانایش هم دادم به توسط روح القدس. پس این امیدی زنده است که با ما همراه هستش و ما رو حمایت میکنه در این مسیر تا بتونیم تو یک جایگاه درستی قرار بگیریم. و در اون جایگاه جایگاهی نیستش که عزیزان فقط ما به نوعی خودمون رو سرزنش بکنیم که خدای من قدرت و قوت داده اما نمیشه. چقدر من دعا کنم؟ چقدر برای من دعا کردن و نشد؟ چرا نمیشه؟ چون با یک امید حقیقی نمیام. بارها شده که من خودم تجربه کردم عزیزان، شاید خیلی از واعظین خیلی از خادمین تجربه دارن، میام میگم برای ما تو کلیسا دعا کنیم، میگه باشه بفهم براتون دعا میکنیم، ولی وقتی من چهره اونو میبینم میگم انقدر ناامید هست، انقدر نگران هست، با یه چهره ناامید درونش چقدر به هم ریخته تره، درونش پر از سردی و شکست ها و نمیتونم، نمیشه و شک. میاد به من میگه برای من دعا کن. البته خدا رو شکر بهتر از اون افرادی هستن که تو خونه میشینن دیگه میگم بلش کن. به طرف میگم چرا دیگه نمیای کلیسا؟ میگه خیلی تو مشکلات هستم. میگم قبلا تو مشکلات بودی اومدی کلیسا مشکلاتت حل شد، پس تو کلیسا بیای بهتره، رفع مشکلاتت خواهد شد. و وقتی میاد براش دعا کنم با اون چهره ناامید و خسته، من چیزی در اون نمیبینم با عنوان ایمان. چرا که گفتیم امید میوه ایمان هست. اگر کسی این امید رو نداره پس این ایمان کجاست؟ پس این من در ایمانم ضعیف هستم. شخصی 19 تا بچه داشت، دوستش بهش گفت بابا 20 میکردی روندش میکردی دیگه. گفت ببین بچه کمتر زندگی بهتر. اگر بلند شدی از خونه اومدی اینجا، اگر اینقدر شما ایمان دارید که خداوند کمکت میکنه، خدای تو خدای زنده هست، حضور خدا در کلیسا هست، مسح خدا با شبان کلیسا هست، چرا وقتی که میای اینجا اینقدر افتاده؟ با اقتدار بیست بعد رسول مدام برای من دعا کنیم من شفا بگیرم، مشکلم حل بشه. پس چرا اینقدر ناامیدی؟ پس چرا اینقدر گاهی ما نگران میشیم نسبت به آن؟ چرا که حتی مطمئن هستیم که اگر کسی برای ما دعا کنه انجام میشه، اما با ناامیدی و نگرانی نیز نزدیک خواهیم شد. بریم با هم دیگه نامه اول تسالونیکیان 4:13-18 و 5:1-10 رو داشته باشیم. یک بار دیگه تبریک میگم به مادرای عزیزی که تشریف آوردن روز مادر رو، و از خداوند میخوایم که قوت خدا با عزیزان باشه. عزیزانی که دیر اومدید براتون دعا شده و هدایای مبعث داده شده، دیگه نمیدونم هست یا نه، ولی هدایای به عزیزان دیگه داده شده، اما تبریک ما رو بپذیرید. بفهم خواهش میکنم. نمیخواهیم شما از حالت خوابیدگان بیخبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند محسون شوید. عیسی مسیح
به توسط روح القدس قدرت و قوت رو به ما داده. اندیشمندی اعلام میکنه دوست حقیقی ضعف شما را ستایش نمی کند، بلکه می کوشد قدرت و نیروی شما را بیدار سازد. حالا پولس رسول می دونه اون قدرت و قوت داده شده، چرا که پولس رسول خودش دشمن مسیح بود و قدرت و قوت را لمس کرد. ولی قبلش چی شد یادتونه؟ کور شد. چرا خوب شد کور شد؟ گاهی هستش که ما باید نسبت به قدرت‌های خودمون، استعدادهای خودمون، داشته‌های خودمون کور بشیم. وقتی که کور بشیم بهتر خدا رو می‌بینیم و پولس این اتفاق براش افتاد و حالا پولس داره این رو به همه ما میگه که این رو کاملا درک کنیم. به عنوان یک ایماندار برکت خداوند فقط مال کشیشا نیست، برای واعظین آنچنان نیست که عطا دارن، برکت خداوند برای همه فرزندان خدا است. بله، زیرا اگر باور میکنیم که عیسی مرد و برخاست، به همین طور نیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیدند با وی خواهد آورد. یعنی این ایمان رو کاملا داشته باش، اگر عیسی مسیح مرد و قیام کرد ما نیز قیام خواهیم کرد. آمین. نه فقط برای جسم، بلکه برای تمام آن چرا که تو ذهنت آرزود بوده یه زمانی مرده، ایمان داشته باش که خدا اون رو به تو خواهد داد. امید مرده‌ای در وجود ما نخواهد بود و نباید باشه، مشروط بر این که کاملا بپذیریم اون قدرت و توانایی در ما هستش. بازرگانی که تاجر کفش بود دو تا بازاریاب رو میفرسته به آفریقا و از اونها میخواد که یه ارزیابی کنن، ببینن اونجا برای کفش چگونه هست، آیا میشه اونجا کفش رو بفروشن یا نه. یکیشون بلا فاصله تماس میگیره، میگه اصلا پولتو حروم نکن، اینجا هیچ کس کفش پاش نیست. اصلا میچی تمام میشه، میگه هیچ کس اینجا کفش نمیپوشه بس پولتو. یه دو سه روز میگذره، اون یکی بازار میگه ببین هر چقدر پول داری کفش بخر، حتی برو قرض کن وام بگیر که اینجا هیچ کس کفش نداره پس احتیاج دارن. نگاه ما چگونه هستش؟ فکر ما چگونه هستش نسبت به آنچه که کلام خداوند به عنوان یک امید زنده برای زندگیمون داره؟ میخوام لحظه ای قبل از اینکه آیات خونده بشه چشماتون رو ببنده. امروز مشکلتو نگاه، همین الان مشکلت رو بذار توی ذهنت. ببین این مشکلت بزرگتره یا خدایی که کنار تو ایستاده بزرگتره؟ نه، خودت با خودت تجزیه تحلیلش کن. خدایی که تو رو آفریده، خدایی که تو رو تا به امروز حفظ کرده، خدایی که بارها ازش گواهی داری که چقدر توی بدترین شرایط دکتره گفته نمیشه، وکیله گفته نمیشه، برادرت گفته نمیشه، مادرت گفته نمیشه، دوستت گفته نه امکان پذیر نیست، خودت هم گفتی نمیشه، ولی خداوند گفته من انجام میدم و کمکت کرد. حالا اون مشکل و اون سختیت رو در روح بذار زیر صلیب مسیح، که مسیح به خاطر همونا میز روی صلیب، به خاطر گناهانت رفت، دردهایت رفت، رنجهایت رفت و رهاش کن. بیا کنار، بیا کنار بیست و هزیم بگرد بگو خداوند میخوام تو تمام این مشکلات و سختی ها رو با فیضت برداری و منو برکت بدی، به شرطی که دیگه نگاهت به اون مشکلات نباشه. آمین. بفهم خواهش بارم. زیرا این را به شما از کلام خدا میگویم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشید بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست، زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد. خب اینجا اشاره به اون کسایی میکنه که مردن در اون زمان. توی تسالونیکیان تصور بر این بود که عیسی مسیح تا زمانی که زنده هستن میاد. پولس رسول داره تعلیم درست میده، میگه این گونه نیست، هیچ کس از آمدن مسیح خبر نداره. اما اینو بدونیم چه زنده باشیم و چه جسم ما بمیره بخوابه، زمانی که مسیح میاد مرده ها زنده خواهند شد، ایمانداران مسیح
کنار او خواهم بود و با او زندگی خواهند کرد و ما که زنده هستیم بدنهامون تبدیل میشه و با مسیح زندگی خواهیم کرد. بله؟ و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست، آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان. یعنی ایمانداران مسیح، پس همه زنده نمیشن عزیزان، ایمانداران مسیح. و خیلی مهم هست خبر خوش نجات رو به دیگران بده. فکر نکن که اون درک نمی کنه. هیچ کدوم ما مگر روح القدس در ما عمل نمی کرد ما درک نمی کردیم. این کار روح القدسه. خبر خوش نجات رو بده، بشین کنار براش دعا کن. اگر نزدیکش هستی محبتش کن تا بتونه فکر و ذهن او به تأثیر روح القدس اون رو بپذیره. بله؟ با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم. آمین. و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید. اما ای برادران، در خصوص وقتها و زمانها احتیاج ندارید که به شما بنویسم، زیرا خود شما به تحقیق آگاهید که روز خداوند چون دوست در شب می آید. پس باید هوشیار باشیم، فرصت کمه. به قول نویسنده ای می گفت همیشه زنگ تفریح نیست، بعضی موقعا کلاس حساب شروع میشه، حساب رسی زمانش میرسه. پس باید هوشیار باشیم، زندگی های خودمون رو تقدیس کنیم، در کناری که با قدرت و قوت خدا زندگی میکنیم زندگیمون در مسیر اراده خدا باشه. بله؟ زیرا هنگامی که میگویند سلامتی و امان است، آنگاه هلاکت ایشان را ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را هرگز رستگار نخواهند شد. یعنی میگه مثل زنیه که حامله است، هر آن میاد، نمیتونی براش برنامه بذاری. مشکلات و سختی هم همین هست. باز نویسنده اعلام میکنه وقتی که میبینی دنیای تو آروم هست، از زندگی و آرامش زندگی لذت ببر، چون روزهایی میاد که روزهای رنج هستش. پس اگر امروز فرصتی هست که تن سالمی داری، امروز شرایط مناسبی داری، قسمتی از زندگی تو برای ملکوت خدا بذار. چرا که تغذیه امید میشه، خدمت به ما امید میده، در زمان پرستش امید میگیری. صبح که بلند میشیم اخبار دنیا رو رها کن، به اخبار کلام خدا گوش کن که میخواد به تو امید و قوت بده قبل از اینکه یک خبر بدی به گوش تو برسه. بله؟ لکن شمای برادران در ظلمت نیستی تا آن روز چون دزد بر شما آید، زیرا جمعی شما پسران نور و پسران روز هستید، از شب و ظلمت نیستید. بنابراین مثل دیگران به خواب نروید، بلکه بیدار و هوشیار باشید، زیرا خوابیدگان در شب می‌خوابند و مستان در شب مست می‌شوند. لکن ما که از روز هستیم هوشیار بوده، جوشن ایمان و محبت و خود امید نجات را بپوشیم. یعنی با ایمان قوی، خود کلا خودی که بر سر میذارن که بتونن از اون سر حفاظت کنن. کلا خود ما باید کلام خدا باشه، پره قوت خدا باشه تا صداهای منفی به ما آسیب نزنه. و وقتی که کلا خود خدا هست بر سر ما، کلام خدا هست، در حضور خدا هستیم، حکمت و خرد خدا با ما کار خواهد کرد. پشیمونی مدام نمیاد. شنیدیم و دیدیم و انجام دادیم توی زندگیمون کارهایی رو کردیم که پشیمون شدیم، گفتیم کاش این کارو نمی کردیم. من خودم میگم مطمئن هستم که از خدا اون موقع مشورت نگرفتم، فکر خودم رو انجام دادم، اجازه ندادم که این حکمت خدا باشه که در من عمل کنه. شخصی میره خونه دوستش، مدام شروع میکنه در زدن، بعد از اینکه مدتی میگذره میگه شاید دره خرابه، بس بهتر زنگ بزنم. چقدر به تجربه باید خودمون رو گرفتار کنیم؟ چرا از ابتدا مشکل و سختیمون رو در حضور خدا نمیبریم؟ به دوستمون میگیم، به فامیلمون میگیم، به خواهرمون میگیم، به برادرمون میگیم، قرمون رو میزنیم، هیچ کم از کار نمیتونه بکنه. آخرش میگن برو توکل کن به خدا. خب از اول خودت برو توکل کن به خدا، خدایی که میشناسی، خدایی که زنده است. بله؟ زیرا خدا ما را تعیین نکرد برای غضب، بلکه به جهت تحصیل نجات به وسیله خداوند ما عیسی مسیح، که برای ما مرد تا خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده همراه وی زیست کنیم. پس همدیگر را تسلی دهید و یکدیگر را بنا کنید، چنان که هم می کنید. آمین آمین آمین. همه بروشور داریم؟ بله؟
بله، اگه کسی نه دستش بره بالا بهش برشور بدن. در انجیل متا 12:21 میگه عیسی مسیح امید همه ملت هاست. آمین. یعنی چی؟ باید تعریفش کنیم. اول پتروس 3:15 پتروس میگه اون امیدی که در دلت هست میباید با فروتنی، با حکمت، با آرامش، با آگاهی به دیگران بگی. آیا میتونیم؟ یه لحظه فکر کنیم آیا میتونیم یا نمیتونیم. ما ایمان داریم عیسی مسیح به خاطر گناهان بشریت روی صلیب رفت و مرد اومد. حالا میخواییم برای یه نفر تعریف کنیم عیسی مسیح امید من هست، امید مسیح رو تعریف کنیم. میگیم خب چی شد؟ میگه هیچی، راستش من رفتم دخترم رو خداوند شفا داد. خب اونم میگه منم فلان امامزاده رفتم شفا داد. چی میگی؟ رفتم فلان جا فلان کار رو کردم شفا گرفت. خب این که نشد. اگه شما مسیحی میشید به خاطر شفاها و معجزاتتون که خیلی مختلفه. اون یکی میگه نه نه نه، من رفتم راستش توی یک کشور اینقدر سردرگم بودم، رفتم مسیحی شدم، بعد مسیح من اقامت داد. او همجنسبازام الان اقامت میگیرن. کجایی؟ کیس همجنسباز بده اقامت میگیره. غیر از اینه؟ آیا ما اینگونه میتونیم؟ گواهی خیلی خوبه، اما کلام خدا میخواد که ما بتوانیم امیدی که به مسیح داریم رو کاملا اعلام کنیم که چگونه هستش. مولا نصرالدین توی بازار داشت راه میرفتید، 50-60 نفر همه دارن به یه چیز نگاه میکنن. اینم رفت نگاه کرد یه چیز گرده، یه شو شیشه است، یه عقربه داره، هر طرف میپیچونن یه طرف میره. گفت نباس معما نیست. و همه میگفتن این چیه اون چیه. مولا نصرالدین هم نگاه کرد، گفتن مولا تو بیا، تو همه چیزو بلدی، بیا بیا. مولا نگاه کرد زد زیر گریه. گفتن ای وای مولا چرا گریه میکنی؟ بعد خندی. گفتن اه مولا با چرا میخندی؟ نه به گریه نه به خنده. گفت گریه میکنم چون هیچ کدوم شما بلد نیستید. میخندم آخه منم بلد نیستم. ما وقتی که میگیم عیسی مسیح امید همه ملت هاست باید یک تعریف درست داشته باشیم. آمین. لطفاً اون درخت رو، این درخت رو میبینید همه، متاسفانه خوب نتونستیم این رو مناسب بزنیم. میتونید عکس بگیرید، شاید توی عکس بهتر نشون داده بشه. همون گونه که عرض کردم اول پتروس 3:15 پتروس میگه باید این امید رو بگید. این درخت ما تکیش رو نمیتونیم داشته باشیم، نه فقط یه دونه باشه چون جو دوتاست خوب جا نمیفته. نه خب میتونید ببینید که این درخت رو من براتون تشریح میکنم. این تشبیه به همون درخت حیاته، درخت حیاتی که ما در پیدایش میخوانیم که خداوند گفت پس آدم و حوا بعد از گناه دیگه در باغ عدن نباشن، مبادا از این درخت حیات بخورن. این همون درخت امیده، درخت امیدی هستش که ریشه اون متا 12:21 مسیح امید همه ملت هست. تنه اون درخت حیات هستش و سه شاخه داره. امید به، بگیم قبلا درستم، امید به بیگناهی. ما این امید رو داریم بیگناهی. ما به خاطر اینکه معجزه مسیح رو دیدیم به مسیح ایمان نیاوردیم. ما ایمان داریم که بیگناه هستیم و میتونیم به حضور خداوند بریم بعد از حتی مرگ جسمانیمون. مطابق انجیل یوحنا 3:16 شاخه وسط امید به رستگاری هست. مکاشفه 21:4 میگه هر اشکی رو از چشم شما پاک خواهم کرد و ما ابدی خواهیم شد در حضور خداوند. با خدا زندگی خواهیم کرد. و امید به زندگی سالم غلاطیان 5:22 نه ویژگی یک انسان سالم رو داره میگه، ریشه های اون رو داره میگه. حالا روانشناسا میگن 200 تا ویژگی داره، 300 تا داره، ریشش همین نه نکته هستش. میتونم از شما بشنوم؟ چه؟ غلاطیان 5:22 بگید. محبت، فروتنی، بردباری، خویشتن‌داری، بله، شادی، بله، نه ویژگی داره، وفاداری، بله. و این نه ویژگی باعث میشه که شما یک زندگی و یک رابطه سالم با خودت، با خانوادت، با خلق خدا و با خدا داشته باشی. فرمول خ اول و دوم هم نداره.
پس باید بدونیم. میتونم سوال بکنم از شما عزیزان؟ چرا ما به مسیح ایمان آوردیم؟ چون مسیح امید ماست. چه نوع امیدی هست؟ امید به؟ بلند بگیم نه ترس، اشکال نداره. امید به بیگناهی؟ پنج بیست و دو برابر. این رو باید به مردم انتقال بدیم. فقط گواهی نیست عزیزان، باید بگیم که عیسی مسیح بهر گناهان بشریت مرد و قیام کرد و من ایمان دارم که به حضور خدا خواهم رفت، چه 500 سالم بشه چه تو جوونی بمیرم، من ایمان دارم که به فیض خدا من در حضور او خواهم رفت. آمین. بریم با هم دیگه نکته چهارم رو داشته باشیم. لطفا چراهای وسط رو روشن کنیم برای نوشتن مطلب، ممنون میشه. چگونه میتوان چشماندازی ملکوتی داشت؟ نکته چهارم. اگر سه نکترم داریم ممنون میشم. داریم سه نکتر رو؟ عزیزانی که نبودن میتونن برشوراشو از خواهر زینا بگیرن. نکته اول، با ایمان به عیسی مسیح به توسط روح القدس قدرت خواهیم داشت تا با چشماندازی ملکوتی شاهد اجابت دعاهای ما باشیم. نکته دوم، با ایمان به عیسی مسیح به توسط روح القدس قدرت خواهیم داشت تا با چشماندازی ملکوتی شاهد پیروزی بر گناه باشیم. نکته سوم، با ایمان به عیسی مسیح به توسط روح القدس شهامت خواهیم داشت تا با چشماندازی ملکوتی شاهد نجات بشارت شدگان باشیم. بله، با ایمان به عیسی مسیح به توسط روح القدس امید خواهیم داشت تا با چشماندازی ملکوتی شاهد آمدن عیسی مسیح باشیم. آمین. و ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش رفع هر مشکل و سختی رو میکنه در زندگی ما. چرا که این امید عزیزان امیدی انسانی نیست، امیدی تعلیمی نیستش، حتی امیدی تجربی نیستش، امیدیه که به توسط روح القدس به ما داده شده. در رومیان 5:5 میخونیم که اعلام میکنه و امید باعث شرمساری نمیشود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شده ریخته شده است. یعنی این قوت رو ما فقط به توسط روح مقدس خداوند خواهیم داشت. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو نیز داشته باشیم. مکاشفه 22:12-14. اینک به زودی می آیم و اجرت من با من است تا هر کسی را به حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یا و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. خوش به حال آنانی که رختهای خود را می شویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه های شهر درآیند. آمین. آمین. آمین.